فیلم شهر هر ساخته کریم امینی با بازی پژمان جمشیدی و شبنم مقدمی یکی دیگه از آثار پرفروش سینمای ایران توی امسال. سلام دوستان، خوش اومدید به فیلمولوژی. من امینم. ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنیم، پس اگه به این محتوا علاقه دارین یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای ما رو از دست ندید، ما هم شما مخاطب خوب رو از دست ندیم. تو خلاصه داستان این فیلم اومده که پرویز و پرستو یه خواهر و برادر اینه که سعی دارن از راه مختلف کسب درآمد کنن. پرستو دوست داره تا 44 سالش نشده ازدواج کنه، ولی نامزدش به جرم اختلاس تو زندانه. وحید نامزد پرستو باید جریمه سنگینی رو بده، چرا که به سلطان سکی معروف شد و جرمش سنگینه. پرستو یه نقشه میکشه و برای پرویز یه آمبولانس نشکش تهیه میکنه تا به وسیله اون به سراغ مرده‌های پولدار شهر بره و با جا زدن پرستو به جای همسر صیغه‌ای اونا اخاذی کنه. تو یکی از این اخاذی‌ها پرستو متوجه میشه که شخص مورد نظر نمرده و به صورت نمادین یه مجلس ترحیمی برای اون گرفتن. پرستو و پرویز به سمت این شخص یعنی سالار میرن و به خاطر حفظ راز اون ازش پول میخوان. سالار که از دست افراد یه مؤسسه خیریه فرار کرده به اونا وعده میده که در صورت رازداریشون و پناه دادن به اون به این خانواده 2 میلیارد بده. پرویز و پرستو از سالار نگهداری میکنن و تو کارها همراه اونن تا اینکه سالار اونا رو به پلیس لو میده و با دلارها از ایران فرار میکنه. پژمان جمشیدی، شبنم مقدمی، بابک کریمی و خیلی از بازیگران معروف دیگه تو این فیلم حضور دارن. تو سالی که سینما ایران به رکورد بی‌نظیر تو جذب مخاطب نزدیک میشه و میتونه رکورد فروش 1000 میلیارد تومانی رو ثبتش کنه، فیلم شهر هر با فروش 76 میلیارد تومان بعد از دوتا فیلم فسیل و هتل تو رده سوم قرار گرفته و داره به یکی از آثار پرفروش سینما ایران تبدیل میشه. حالا دیگه اسم پژمان جمشیدی یه تنه میتونه تضمین کننده فروش یه فیلم باشه. حضور و پرکار اون تو اکران 1402 نشون میده که تهیه‌کننده‌ها حساب ویژه‌ای روی بازگشت سرمایه‌شون با بازی جمشیدی کردن. جمشیدی امسال فیلم‌های هتل و شهر هرت و ویلا ساحلی و بیمادر رو روی پرده داشته. عباس قادری خواننده قدیمی ایران تو این فیلم به اجرای برنامه پرداخته که این اتفاق برای اولین باره که بعد انقلاب اتفاق میفته و میتونه طرفدارای این خواننده رو به سینماها بکشونه. موضوع فیلم هم از اون مواردیه که میشه به جذب مخاطب و البته رضایت‌مندی اونا کمک کنه. این فیلم یه پشت پرده طنز از زندگی اختلاس‌گرا رو ارائه میده که برای رسیدن به مقاصد شخصی خودشون همه رو قربانی میکنن، ولی خبر ندارن از اینکه ممکنه خودشون هم گرفتار یه سری افراد بشن که با زیرکی قضیه رو عوضش کنن. کارگردان فیلمم از اون عوامل مهم فیلمه. کریم امینی که کمدی فسیل رو هم رو پرده داره، قطعاً یکی از اون امتیازهای مهمه که باعث میشه مخاطبا به دلیل حضور اون و کارگردانی اون بیان و این فیلم رو ببینن. اما چیزی که رایجه و خب نباید فراموش کنیم و خب حقیقتی که وجود داره و نمیشه منکرش شد توی سینمای ایران و علاقمندی مخاطبا به اون، محتوای هیچ وقت ارزشمند نیست توی این دسته از این فیلم ها. این سری فیلم های طنز سطحی هن که خب توی سطحی بودنشون و گاهن توی سخیف بودنشون خیلی خوب عمل میکنن و خیلی خوب خنده میگیرن از مخاطب و خیلی خوب بازی میگیرن از بازیگرا، اما خب تهیه‌کننده فیلم های سطحی هن که هیچ چیزی براشون مهم نیست، توش نمیشه هیچ نوع نتیجه ای پیدا کرد و حتی نه تنها نتیجه بلکه باعث نمیشن که فکر کنیم، ما رو به سمت اینکه فکر کنیم به مسائل نمیبرن. یه سری فیلمایی که به هیچ چیزی مثل ناعدالتی اجتماعی و غیره توجه نمیکنن و فقط خنده مخاطب و فروش فیلمشون براشون مهمه. در کل یه سری کمدی عامه پسندن. خب این نقده همیشه بهشون وجود داره و نمیشه کارش هم کرد، باید احترام گذاشت به سلیقه شمار زیادی از مخاطبین ایرانی. و اما خود فیلم، المان‌های استاندارد یه فیلم خوب، شروع قوی، میانه و تداوم و پایان‌بندی خوب رو این فیلم داره. این فیلم تونسته با توجه به شروع مناسبش مخاطبینش رو جذب کنه. البته که توی تداوم فیلم یکم حوصله سربر شد و آخرش هم یه ذره قابل پیش‌بینی بود، ولی خب تونست مخاطب رو نگه داره، ازش خنده بگیره، تونست مخاطب رو بیاره بنشونه روی صندلی و این همون چیزی که باعث میشه یه فیلم پرفروش بشه و دقیقاً همون چیزی که کارگردان می‌خواسته، همونطوری که از اسم فیلم مشخصه، شهر هر. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه. امیدوارم که اگر رفتید سینما و با این فیلم نشستید یادتون نره وقتی برگشتید ما کامنت بذارین و تا ویدئوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.